بسم الله الرحمن الرحیم. بنده با این پیشنهاد آقای آشخلی آقای تهرانی مخالفم، برانچه اصل ریشه انقلاب ما همون عقیده بوده است. ریشه انقلاب اسلامی ایران اصل محرکش همون عقاید مردم بوده است، عقیده به معاد و عقیده به توحید، عقیده به اصلاح. این مطلب که بکشد هم در بهشت، کشته بشد هم در بهشت است. پس چیزی که زیربنای انقلاب ما هست، چیزی که واقعا اسلام را زنده کرده است به عنوان زیربنا، چرا باید ببریم به مقدمات؟ اینه باید در اول قانون اساسی به عنوان زیربنای اصولی که بعداً تصویب خواهد شد، اصولی که بعداً تصویب بکنیم، باید این الگو باشه. پس این باید الگوی هم اصول بعدی که انشاءالله تصویب خواهد شد قرار بدیم و هم زیربنای انقلاب ما هست. فلذا باید در اول به عنوان اصل اول در متن قانون اساسی نوشته شود. این پیشنهاد، این مخالفت شده که دفاع نمیخواد. یه پیشنهاد دادید شما؟ مطلب خیلی روشن آقا، اجازه برمود پیشنهاد، اجازه برمود آقای تهرانی پیشنهادشون این بود که این اصل را منتقل کنیم به مقدمه، پیشنهاد خود ایشون. و آقای موسوی تبریزی با این معنا مخالف بودن، نظرشون شنیدیم. حالا میخوایم پیشنهاد ایشون رو به رأی بذاریم. کسانی که موافقن با این که این اصل رو منتقلش کنیم به مقدمه، اصلا ازش صرف نظر بکنیم فعلا، هر کس موافق است با انتقاد. چرا؟ نه، یه منتقلش به مقدمه دیگه، یعنی مطالبش تو مقدمه ذکر کن. حکم نداره که، همش حکمه. بالاخره نظر ایشون این است که این اصل چون اصول دین است به قول شما، چون پایست، اینو منتقلش کنیم به مقدمه و اینجا اصلی به اینجور که به اصول دین ذکر شده باشد، توحید و یکتایی و نمیدونم معاد و امامت را نداشته باشیم در مقدمه ذکر. کسانی که موافقند با این که از این اصل اینجا صرف نظر بشه و منتقل بشه به مقدمه بلند شن، هر کس موافق باید من کمی آقا هشته موافق لختو رد شد پیشنهاد. خب اینو هم میارم پیشنهاد. اینجا پیشنهاد میکنم تشکیل یک جلسه مشترک از گروه ها برای کم کردن فاصله ها، در هر صورت خوب است، حتما تمام مشکل را حل نکنم. دو، بر کلیات رأی بگیرید، مثلا آیا اصل اول در مقدمه باشد یا در نه. دو، اصول عقاید مختصر ذکر شود یا مجموعه. سه، هر دو اصل دوم و سوم با هم باشد یا جدا. اینا هم پیشنهاد آقای مکارم. آقای دکتر روحانی 2 دقیقه صحبت داشتن، اجازه بفرمایید. آقای جلسه را همینجا حل کنید. 2 دقیقه صحبت آقای دکتر روحانی و بعد جلسه ختم. هر دا رو به هماهنگی برن تلقیق بکنن، ملفق شدهش میارن. آقای دکتر روحانی بفرمایید. سعدی، دو چیز میشکند پشت مرد را، تصدیق بی وقوف و سکوت وقوف دار. من به عنوان اینکه جزء هیئت رئیسه هستم و عضو کوچک این جلسه، اجباراً برای که جلسه‌مون به یه خط هدایت بشه، به اجبار اومدم اینجا چند کلمه خدمت برادران و خواهر محترم عرض کنم. اگر خاطرتون باشه 3 روز نشستیم که آیین‌نامه تنظیمی از طریق وزارت کشور رو قبول نداریم، خودمون میخوام تنظیم کنیم. حالا میبینیم اینم آیین‌نامه تنظیمی خودمون. بنابراین به این مسئله توجه میشه. ما گاهی اوقات اینجا در زمان رأی‌گیری به چیزای رأی میدیم که بعد در عمل قابل پیاده شدن نیست، که الان خودمون توش گیر افتادیم و میبینیم. بنابراین میخوام بهتون بگم این مسئله رأیی که این چنین گرفته میشه،
واقعا نماینده اصالت و حقیقت اون مطلب نیست. من امروز میبینم و دیروز پیشنهادهای منطقی شده رأی نیاورده و امکان داره به همین طریق پیشنهادهای غیر منطقی باشه و رأی بیاره. بنابراین به این مسئله باید توجه داشته باشیم. دیروز آقایون گلایه میکردن اکثرا که چرا نظرات گروه ها پولیکوپی نشده. دیشب و امروز شورای هماهنگی سر کرد با گروه اینا رو پولیکوپی کرده و در اختیار آقایون گذاشته. امروز تازه میگیم چرا چند تا متن پیشنهاد میشه؟ مگر خاطر مبارک آقایون نیست؟ روز اول در همینجا بحث شد در مذاکرات که اگر بخوام چنین عملی رو انجام بدیم متون متعددی میاد و این متون متعدد رأیگیری های متعددی رو در بر داره و این رأیگیری ها وقت میگیره و این گرفتاری هست. در اون روزی که این مسئله تر شد و در صورت جلسه قید شده کمتر افرادی بودن که به این مسئله توجه بکنن، گفتن خوبه یا راجع به دو سوم. ببینید الان امروز من دیدم جلسه رسید به ابتدای رأیگیری بر مبنای آیین نامه که هر متنی رأی گرفته بشه. یکی از برادران پیشنهادی کردن ما یک دفعه از مسیر خارج شدیم. عذر میخوام برای اینکه خودم به عنوان منشی هستم و هر زمان میتونستم وقت بگیرم و میبینید هیچ وقت وقت نگرفتم، این جمله رو بگم که یک کم رفع خستگی بشه. ما دوستی داشتیم موقعی که میومد تاریخ جواب بده بهش میگفتن نادرشاه رو بگو شر بده زندگیشو، میگفت نادرشاه یک پادشاه خیلی مقتدری بود که به هندوستان لشکرکشی کرد. هندوستان کشوریش در مجاورت چین، چین کشوریش کمونیستیک. یک دفعه ما دیدیم از تاریخ سر در میاد جای دیگه. ما امروز به ابتدای رأی گیری که رسیدیم با یک صحبت رفتیم به پیشنهادات و مسائل دیگه. ببینید ما الان میخوام بگم جلسه از لحاظ مدیریت رشته من هست دارم میگم به جای رسیدیم که میگیم شرق و غرب نمیتونیم تشخیص بدیم، نگاه میکنیم میگیم این که نه این که نه، پس چون این و این نه از این. الان به نظر من همینجور که آقای موسوی پیشنهاد کردن جلسه تعطیل بشه، راجع با آیین نامه و امکانات عملیش مسائل خیلی سوبژکتیو فکر نکنیم، ببینیم چی هست. و من با سکه میکنم رو پیشنهاد آقای بنی‌صدر با نظر تکمیلی که خودم دارم و با برادران صحبت میکنیم ما جلسه رو به یه شکلی برسونیم که اینقدر وقتمون تلف نبشه و بتونیم کار بکنیم، و الا اگر اینجوری قرار باشه از این ور از اون ور بریم، یا لااقل اگر همین طریق میخوام این نامه کار آیین نامه کار بکنیم این اصل رو بپذیریم که هر متنی که به عنوان متنی که بیشترین آرا رو میاره متن قرار بگیره و بره با نمایندگان گروه‌ها و شورای هماهنگ همون تکمیل بشه و بیاد به رأی عمومی. متشکرم. آقا اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید. از گروه 6 آقای قفوری پیشنهادشون رو به این صورت درآوردن که ملاحظه می‌کنید نظام جمهوری اسلامی نظامی است مبتنی بر توحید و مقررات اصیل اسلامی، کرامت و ارزش انسانی، تحقق بخشی آثار توحید در همه زمینه‌های زندگی، سعی در تحقق اهداف زیر که در اون زمینه دیگر در 12 هدف ایشون بیان کردن. در حقیقت خواستن خود اصل 2 رو ملخص‌تر کنن، بعد نوبت اصل 3 که میرسه خودشون تشریف میارن برای توضیح اصل 3. در اینجا که دیگه توضیح اضافه شما ندارید آ، اضافه توضیحی دارید بفرمایید. پس همینجا تا آقای قفوری تشریف میارن تذکر آقای مکارم نوشتن، در حقیقت پاسخی به مطلب آقای دکتر زیایی هست که من این پاسخ چون مربوط میشه به کار گروه اول عیناً میدم به نماینده گروه که بعداً با استفاده از نوشته ایشون عیناً بخونه. بسم الله الرحمن الرحیم. ارزش هر چیزی به ارزش آثارشه. ما که میگیم دین، میگیم اسلام یا هر کس هر چی میگه باید ببینیم در عمل چه میکنه. در برنامه‌ای که از اسلام هست و از پیغمبر گرامی اسلام خاطر همه مستحضره که یک جمله‌ای داره یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، اسر و اغلال. الان نمیخوایم وارد این بحث بشیم ولی اجمالاً باید بدونیم هر جامعه‌ای یه اسر و اغلالی داره و حتی مذاهب و ادیان قبل از اسلام که اول رهایی بخش بودن بعد خود اینها اسر و اغلال شدن. همونطور که باز در برنامه پیغمبر اسلام و برنامه اسلامی که در ابتدای ورود اسلام به ایران تشریح شد لنخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت الله و من جور الادیان الى عدل الاسلام،
و من زیق الارض الی ساعتها، بنابراین به طور اجمال ما وقتی قانون اساسیمون اساسی خواهد بود و کارساز خواهد بود که ببینیم دردهای اجتماعی ما چیه. بنابراین من به طور خلاصه فکر کردم که با توجه به اینکه کلمات قانون به قول معروف باید قیرات قیرات حساب بشه و حرف زیادی توش نباشه، دو تا پیشنهاد دارم. یکی این که اصل دو و سه تلفیق بشه. ما وقتی گفتیم توحید و آثار توحید، اشکال بزرگ ادیان اینه اسم توحید رو میبرن ولی توحید رو میبرن به آسمان ها. باید توحید رو آورد رو زمین و از زمین به آسمان برد، یعنی آثار توحید رو اجرا کرد. همونطور که همه دو تا چشم دارن به دنیا میان ولی مقررات غلط اجتماعی چشمای بعضیا رو کور میکنه و به بعضیا صدها چشم مسلح میده، ما باید ببینیم آثار توحید در اجتماع چیه، اون آثار رو پیاده کنیم. و در این قانون اساسی وقتی کارسازه، وقتی مردم نفس راحتی میکشن، وقتی این افرادی که ما رو فرستادن اینجا میفهمن که ما یه کاری صورت دادیم، ببینیم دردشون چیه، اونی که گلوشون فشار میده چیه. به نظر رسیده که برای رعایت اختصار در قانون ما اصل دو و سه رو یکی بکنیم، تمام اون مطالبی که احیانا بحث انگیزم هست اونا رو خلاصه کنیم در سه جمله. یکی توحید و مقررات اصیل اسلامی. البته خب اسلام افرادی داره، اسلام شناسان هستن، مقررات اصیلشو بیان میکنن دیگه. بعدم مسئله کرامت انسانی هست، بعدم تحقق بخشی آثار توحید، این برای اصل دو. و بعد به دنبالش سعی در تحقق اهداف زیر. این پیشنهاد اول که اگر اصل دو و سه تلفیق بشه، هم عبارت ها کوتاه شده، هم مسائل بحث انگیز گفته نشده، هم تحقق بخشی آثار توحید. این کار اجتهاد اینه که در هر زمانی ببینه گرفتاری مردم چیه، به داد مردم برسه. ضمانت اجرایی خاتمیت اسلام اجتهاد زندم تو همینه. پس پیشنهاد اول اینه، اصل دو و سه. از همه اون بحثا که ملاحظه میکنید بعد از دیروز این همه صحبت شد، حالا امروز هم شورای هماهنگی، باور کنید نهایت تلاش به کار برد، بازم میبینید 4-5 تا متنه. این اگر برید تو اجتماع اون وقت صدها برابر همینطوری دربارش صحبت میشه. ما بیایم بگیم آقا توحید مقررات اصیل اسلامی یک، کرامت و ارزش انسانی، و سوم هم تحقق بخشی به آثار توحید. این خدا میخواد این مردم چجور زندگی کنن؟ همونطور که این هوا عام است، این نعمت ها عام است، بالاخره محدودیت های اجتماعی رو برطرف کنه. برای بیان این که چه چیزهای محدودیت های اجتماعی است 12 مطلب ذکر شده که اینا گلوی جامعه رو فشار میده. اگر ما توانستیم این اغلال رو، این زنجیرها رو از این مردم باز کنیم، کاری کردیم. پیشنهاد اول تلفیق اصل دو و سه، و چنانچه این پیشنهاد قبول نشد، اصل دو با یکی از این پیشنهادهایی که گفته شده تصویب شد، نوبت به اصل سه میرسه که من برای بیان اس و اغلال و به خاطر همین که دین خودمون رو ادا کرده باشیم به جامعه و اون چیزهایی که جامعه ایرانی رو فشار میده که در اون 12 هدف ملاحظه میفرمایید، با توجه به اصلاحاتی که شده اونا رو بیان بکنیم، این جامعه بفهمد که ما وقتی جمهوری اسلامی آمد یه چیزی جامعه ازش میخواد. طبق برنامه های زمان بندی شده مثلا آموزش پرورش رایگان در سطح عموم ازش میخواد و الی آخر تا اصل سوم. خیلی متشکرم. ضمناً علاوه بر اون چیزهایی که عرض شد، آقای صافی هم از گروه دوم نوشتن که این جانب نظرم این است که در همان متن گروه اول چند اصلاح بشود که با علامت در ذیل مشخص شده و چند چیز هست که به فراز اونها که رسیدیم خواهم خوند. بله آقا اینجا هستش. گروه میخونم آقا. گروه هفت تبدیل کردن اصل پیشنهادی رو به اون اصل جدیدی که خدمتتون داده شده. نظر نهایی گروه هفت در اینجا اومده. پیشنهادهای دیگری باز یا تذکرات دیگری اینجا رسیده که یکی از آقای سید جلال الدین طاهری است که جمهوری اسلامی نظامی است توحیدی بر پایه ایمان به لا اله الا الله و عدل خداوند در تکوین و تشریع
و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و به وحی الهی بر انبیا و نقش بنیادی اون در بیان قوانین و به معاد و نقش سازنده اون در تکامل انسان و التزام قلبی و عملی او به احکام و قوانین و به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی اون بر تداوم اسلام که تنها مکتب انقلابی است. و بعد از این اصول که می‌گذریم، همون متن پیشنهادی گروه یک به استثنای اون چه در مورد اجتهاد هست که یکی دو تذکر دارن. آقای موسوی جزاری نوشتن که نظرشون با نظری که گروه فرستاده موافق نبوده، گروه هفتم، و نظرشون با نظر گروه چهار موافقه، با این تفاوت که اجتهاد را به عنوان اجتهاد به عنوان پایه شناخته نشه بلکه به عنوان روش باشه. باز تذکرات دیگری هست که بنده اینها رو به نوبت میخونم. از دوستانی که تذکراتی میفرستن خواهش میکنم که برای جلسات آینده تذکرات رو سعی بفرماین قبلا بدن که توی همون نوشته ها باشه، و حالا هم که میفرستن گروهشون رو یادداشت کنن که وقتی ما نظرهای گروه ها رو مطرح میکنیم اونها رو هم مطرح بکنیم. پیشنهاد گروه ها خونده شد و از او دفاع شد، دربارش توضیح داده شد. حالا موقعی است که ما باید رأی گیری هایی بکنیم. بله، باید نوشته باشید. بله، اینجا که الان نیست. بله، بفرستید. بله، آقای حجتی، اینها که تکمیله میخونیم، یعنی یه چیزایی از آقایون فرستادید، آقای حجتی چیزی فرستادن به عنوان تکمیل، اینها که تغییرات به موقع میخونیم. منظورم از پیشنهادهای کاملا جدیده، اونایی که تکمیل هست اگر پیشنهادی کاملا جدید هست مطرح میشه، ولی اگر پیشنهادهای تکمیلی و تذکرات هست به نوبت که به گروه مربوط میرسیم اون گروه باز میگیم اگر از اون گروه کسی هست بیاد تکمیل بکنه. فعلا اگر پیشنهاد کاملی هست که تغییرات کلی داده شده باید او اینجا باشه تا من ببینم. اینجا اگر چیزی نیست نمیشه ببینم. حالا این بار هم میپذیریم ما در جلسه از آقایون که در اثنای جلسه پیشنهاد جدید بفرستن، ولی در جلسات آینده این رویه رو اجازه بدید که ادامه ندید. آقای خامنه‌ای اصل دو رو به این صورت نوشتن: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه عقیده و ایدئولوژی اسلامی توحید و نبوت و معاد، رعایت واقعی حیثیت و حرمت والای انسان، احترام به آزادی های انسانی، مساوات زن و مرد و توانا و ناتوان و مسلمان و غیر مسلمان، اقامه قسط و عدل، تعدیل مشروع ثروت و جلوگیری از تمرکز ثروت ها، توزیع متناسب ثروت های ملی، مقابله با ظلم و استثمار و استبداد و استقلال باقین، مسئولیت هماهنگی و جهاد انسان‌ها در راه خودسازی و اصلاح جامعه، همزیستی مسالمت‌آمیز با بیگانگان، رعایت ضعفا و نجات مستضعفین و اقامه خلافت الله بر اساس وراثت تاریخی انسان، رعایت اجتهاد پویا در امر تقنین و رهبری عالی، و این اصول غیر قابل تفکیک و واحد هستند. برای من روشن اون چه مرقوم فرمودید. اگر برای کسی ابهامی داره که باید ایشون توضیحی بدن، بخوایم که چند دقیقه توضیح بدن. اگر برای همه روشنه که خوندم من به جایی. خواهش می‌کنم. الحاق. تذکری دارید آقای مکارم؟ که این پیشنهاد در اصل سه چاپ شده، چون تلفیق حدوده با استفاده از همه نظراتی که دیروز آقایون دادن
اصل دروسه تلفیق شده. این رو اگر مانعی نداشته باشه که بگیدی برای از بنده بکنم توضیح که بلا نظرات گروه ها درباره اصل الحاقی که اصل سه باشه در اصل دو این چاپ شده صفحه دوم از گروه چندم از گروه یعنی اول جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه بله این را هم ملاحظه می‌فرمایید جمهوری اسلامی نظامی است الهی بر پایه ایمان به خدای یکتا و عدالت و حاکمیت او ایمان به وحی و نقش اون در تأسیس قوانین ایمان به معاد و نقش سازنده اون در تکامل انسان ایمان به امامت و رهبری مستمر در جامعه بشری ایمان به ارزش والای انسان و آزادی اراده او و مسئولیتش در برابر خود و دیگران این پنج پایه برای تحقق بخشیدن به هدفهای زیر محو هر گونه استبداد و خودکامگی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خیش طرد کامل استعمار و هر گونه گرایش به شرق و غرب رفع هر گونه تبعیض ناروا و تأمین حقوق همه افراد ایجاد خودکفایی در تمام زمینه‌های علمی و اقتصادی و نظامی و عمرانی پیریزی اقتصاد صحیح بر طبق ضوابط اسلامی به منظور طرد فقر و محرومیت و بیکاری با استفاده از اجتهاد متخصصان در فهم کتاب و سنت و بهره‌گیری از علوم و فنون پیشرفته و تجارب بشری در تمام زمینه‌ها که این هم باز یک اصل تلفیقی است که البته جا داشت می‌آمد توی همین چیزهای مربوط به اصل دوم نوشتم. خوب آقای آیت لطفاً تشریف بیارید همونجا که با به صورت فشرده اگر نظراتی دارید از گروه یک بیان کنید و ما وارد رأی‌گیری میشیم.